این ویدیو میخوام یه وسیله جالبی رو بهتون معرفی بکنم که البته شاید خیلیاتون اینو میدونید ولی برای اونایی که نمیدونن اینو من معرفی میکنم و فکر کنم خیلی هم به دردتون بخوره، مثلا کسایی که مجرد هستن و یعنی که درآمد کمی دارن و خارج کشور زندگی میکنن، این وسیله خیلی به درد بخوره و چیز خوبی هستش. این وسیله چیزی نیست جز دوچرخه برقی که شما میتونید اینو استفاده بکنید شب و اینجا، دلیل که اینجا هوا خیلی سرد میشه شبا و هزینه برق و گاز هم که خیلی سنگینه، مخصوصا برای آدم هایی که مجرد هستن و مثل ایران نیستش که شما بتونید دیگه مثلا شب تا صبح شوفاژ بکشین تا بالا تا یقه و خونه گرم گرم باشه و بشن با زیر پوش بگیرین بخوابین و کیف بکنین. و همین دلیل میتونین یه سری کارهایی انجام بدین که کمک بکنه به پس انداز کردن هزینه برقتون یا گازتون برای شوفاژ و اینجور چیزا. یکی از این مسائل همین دوچرخه برقی هستش که شما میتونید اینو پهنش بکنید کف دوچرخه‌تون و روش ملافه رو پهن بکنید به این شکله و قشنگ جاتون گرم و نرم و حسابی میشه. خیلی چیز خوبی هستش تو سایزه مختلف، مثلا سایز سینگل داره، دابل داره، هر اندازه‌ای که بخواید برای یه نفر یا دو نفره شما میتونید اینو استفاده بکنید. خیلی هم امن هستش و هیچ خطر و مشکلی هم ایجاد نمی کنه. این قشنگ اینه که باز کردم این اندازه بزرگ شد. بعد یه خاصیت خوبی هم که داره اینه که شما وقتی که اینم اگه کثیف شد میتونید خیلی راحت جمعش بکنید، بندازین تو ماشین لباسشویی و کاملا اینو بشونین و بذارین خوش بشه و دوباره استفاده بکنید. خیلی چیز عالیه. این گوشه‌هاش هم کش داره، قشنگ میفته لبه دوشک و اینو کاملا سفت نگهش میداره، نمیذاره تکون بخوره. این ازش استفاده کنیم. بعد تایمر دارن اینا، درجه کم و زیاد داره، اینجوری به این شکل میتونین تعیین بکنین که چه درجات اینو بذارینش. خیلی کار کردن باهاش هم ساده و راحت هستش. اینجا قفلشه که میتونین باز و بستش بکنین، ببینیم به این شکل اومد. تایمر داره، این هم درجه شه، مثلا از شماره 1, 2, 3, 4 تا 5 میتونید دما رو براش تعیین بکنید. خیلی ساده و راحت هستش. یه موقع مثلا کمردر حتی اگه دارین و بعد کمرتون گرم باشه یعنی که یه مدت سرما خوردین، نه یه چیز خیلی عالی هستش. اینو مثلا رو درجه 3 و 4 بذارین، بعد روش دراز بکشین و پتو هم رو خودتون بکشین، حتی پتو نازکی هم باشه کاملا شما رو گرم نگه می‌داره. دلیل که اینجا هوا خیلی سرد میشه شبا و هزینه برق و گاز هم که خیلی سنگینه، مخصوصا برای آدمایی که مجرد هستن و مثل ایران نیستش که شما بتونین دیگه مثلا شب تا صبح شوفاژ بکشین تا بالا تا یقه و خونه گرم گرم باشه و بشن با زیر پوش بگیرین بخوابین و کیف بکنین. و همین دلیل میتونین یه سری کارهایی انجام بدین که کمک بکنه به پس انداز کردن هزینه برقتون یا گازتون برای شوفاژ و اینجور چیزا. یکی از این مسائل همین دوچرخه برقی هستش که شما میتونید اینو پهنش بکنید کف دوچرخه‌تون و روش ملافه رو پهن بکنید به این شکله و قشنگ جاتون گرم و نرم و حسابی میشه. خیلی چیز خوبی هستش تو سایزهای مختلف، مثلا سایز سینگل داره، دابل داره، هر اندازه‌ای که بخواید برای یه نفر یا دو نفره شما میتونید اینو استفاده بکنید. خیلی هم امن هستش و هیچ خطر و مشکلی هم ایجاد نمی‌کنه. این قشنگ اینه که باز کردم این اندازه بزرگ شد. بعد یه خاصیت خوبی هم که داره اینه که شما وقتی که اینم اگه کثیف شد میتونید خیلی راحت جمعش بکنید، بندازین تو ماشین لباسشویی و کاملا اینو بشونین و بذارین خوش بشه و دوباره استفاده بکنید. خیلی چیز عالیه. این گوشه‌هاش هم کش داره، قشنگ میفته لبه دوشک و اینو کاملا سفت نگهش میداره، نمیذاره تکون بخوره. این ازش استفاده کنیم. بعد تایمر دارن اینا، درجه کم و زیاد داره، اینجوری به این شکل میتونین تعیین بکنین که چه درجات اینو بذارینش. خیلی کار کردن باهاش هم ساده و راحت هستش. اینجا قفلشه که میتونین باز و بستش بکنین، ببینیم به این شکل اومد. تایمر داره، این هم درجه شه، مثلا از شماره 1, 2, 3, 4 تا 5 میتونید دما رو براش تعیین بکنید. خیلی ساده و راحت هستش. یه موقع مثلا کمردر حتی اگه دارین
بعد کمرتون گرم باشه، یعنی که یه مدت سرما خوردین، نه یه چیز خیلی عالی هستش. اینو مثلا رو درجه 3 و 4 بذاریم، بعد روش دراز بکشین و پتو هم رو خودتون بکشین، حتی پتو نازکی هم باشه کاملا شما رو گرم نگه می‌داره. تو این شکل هم همونجوری که می‌بینید مثلا این روش نوع دوشک کشیده میشه به این شکلی، مثلا کشش به انداخته میشه بهش، قابل شستشو هستش، کاملا گرم، سایزش هم هست. این چون سینگل من گرفتم 1.50x80 هستش، دابل و خیلی چیزا دیگه هم میتونید بگیرید. برق مثلا مرغش هم می‌بینید چقدر پایینه، یک پنس یعنی برای شروعش میتونین اینو برق مصرف کنه، خیلی هزینه پایین. چون بعضی من دارن مثلا کیسه آب گرم با خودشون میبرن زیر پتو، یعنی خیلی چیز عالی هستش. مثلا اگه بلد نیستین یا نمیشناسین همچین چیزی رو تهیه بکنین. انواع مختلفی هم دارین، حالا مثلا زیر دوشک هستش، بعضیاش هستش که به صورت پتو هست و روی خودتون میکشین و عشان گرمتون میکنه، خیلی چیز جالب و عالیه. آخرین نکته میمونه که مثلا اینا از کجا شما تهیه بکنید. اگه خارج کشور هستین میتونید از ایبی یا سایت آمازون خیلی راحت اینو تهیهش بکنید. اسمش هم که من به لاتینشون بالا می‌نویسم، باز نپرسن آقا آلمانیش چی میشه، فرانسویش چی میشه، انگلیسیش رو شما بزنید میاره. اگرم که بلد نیستین تبدیلش بکنید تو گوگل ترنسلیت، یعنی آب آلمانیش چی میشه. هر کشوری که شما زندگی میکنید دلیل نمیشه که همه بدونن مثلا زبون اون کشور چیه. مثلا اینو راهنمایی میکنیم، شما دیگه برید ترجمه کنید یا سوال بکنید که آقا پتو برقی یا دوشک برقی به آلمانی یا به زبون فرانسه یا زبونهای دیگه چی میشه، بهتون راهنمایی میکنن و میگن و توضیحش رو بهتون بهشون بگین خودشون متوجه میشن. از این دیگه چیز خاصی هم نداره، این سبک و راحت. توزه شستشوش هم که حتما رعایت بکنید، 40 درجه باشه، تو خوشکن نندازی، قابل اتو نیستش، سوراخش نکنین، بریدگی ایجاد نکنین، همه اینا رو باید رعایت بکنین.